سوال یست که پدری که امو منظورش از خسار هست در واقع در یک خانه به عروس خود خیانت میکنه، به این پدر چی نوع جرم باید برش داده شوه از لحاظ شریعت؟ و این سوال واقعا که از دید شریعت اسلامی خیلی سوال مهم هست و چند تا واقعه هم رخ داده است. یقینا اول استاد، برای صدی وقوع چنین ذرایع یا برای نجات از چنین واقعه ها و رونماها ما چی باید بکنیم؟ باید با کتاب الله و سنت محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم ما چنگ بزنیم. قرآن عظیم الشان محرمات زمانی که بیان میکنه، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و عماتکم و خالاتکم، ادامه میدهد و ادامه میدهد در لابلای ازی میگه که همان عروس های شما، خانم های پسران شما، محرم شرعی شما هستند. این قرآن در سلسله تذکر و یا تذکاری مادرها و خواهرها و دخترها و نواده ها و غیره این ذکر میکنه. از دید شریعت اسلامی اگر ای با اقرار پدر صورت میگیره، حد شرعی باید بر بالای ازی نافذ شوه. حد شرعی بر بالای ازی که همانا سنگسار است نافذ شوه. اگر باش یاد کردن شخص، اقرار شخص صورت نمیگیره، با چهار تا گواه ثابت میشود. از دید شریعت اسلامی با چهار تا گواه بازم حد بر بالای ازی باید نافذ شود. ولی این قضیه برعکس است. اینجا یک اشتباه را من رد بکنم که در باب قتل پسر از طرف پدر، قاضی میتوانه که پدر را جریمه بکنه، محکوم بکنه، تبعید بکنه، جزا و سزا بده، پدر قتل نمیشه در باب قتل پسر. اگر پسر پدر را قتل میکنه، قاضی را شریعت ای اجازه را ای حکم داده که میتوانه با وجودی که وارث است بر بالای از حد شرعی را نافذ بکنه. مقام و مرتبه و منقبت پدر از پسر کده بالاتر است. اما در باب زینا، چون که او محرم با پدر نیست، محرم بر باب ازدواج با پدر نیست، محارم هست که یعنی از او حجاب نکنه، از او به اصطلاح پرده نکنه، با او بنشینه، شست و برخاست، آزاد با او گپ بزنه، مشوره بکنه، در محافل، در میزینان خوردن، در سفر، میتوانه که در سفر شرعی 3 روز از اینکه دوردار با خسرش ای سفر بکنه، این حق داره. ولی زمانی که پدر ارتکاب زنا را میشوه، از دید شریعت اسلامی با اقرار پدر یا با 4 تا شاهد، حکم شرعی که همان حدود بر بالای ازی باید نافذ شود. اگر نمیشو تنها اقرار خانم است، باید در جستجوی یعنی مدارکی بیشتری باشن که از طریق به اصطلاح یعنی گیر ما و شما معاینات طبی و غیره. ولی با معاینات طبی، چون که 4 تا گواه و شاهد پیش نشده است، در اینجا ظن و شبهه وجود داره، اینجا حدود نافذ نمیشه. با آن هم قاضی وقت، حاکمی وقت میتوانه حق زجر، حق تهدید بر یزی پدر داره. و زمانی که پسر آگاه میشوه از این قضیه، چی موقف اختیار بکنه؟ باید موقف خصمانه نباشه، ایره از رای مشوره، از رای مفاهمه، از رای شست و برخاست ایره حل بکنه. وقتی دید که این راه حل نمیشه، بجای از اینکه به پدر ضرر برسانه، شریعت اسلامی در چنین حالت این پدر از نفقه و خدمت همین پسر محروم میگردانه، بهتر این است که این پدر جای علاهیده و پسر جای علاهیده و جدایی برای خود انتخاب کنه.